روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا NPT برگزار می شود. جو بایدن در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده همکاری برای رسیدن به هدف نهایی جهانی عاری از سلاح اتمی را ادامه می دهد. قرار است روز دوشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدگاه های واشنگتن در زمینه بازنگری این معاهده بین المللی را ارائه کنه. این در حالی است که مقامات ایران بار دیگه تاکید کردند توان فنی ساخت بمب اتمی را دارند. برای جزئیات بیشتر فرهاد پولادی از وزارت خارجه ایالات متحده با ماست. فرهاد، آمریکا که از عمده دارندگان ذرات‌خونه هسته‌ای در جهان، با چه ایده و تفکری در بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای شرکت می‌کنه؟ بله، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی قبل از حضورش در نیویورک بیانیه مطبوعاتی رو منتشر کرد که در اون سه محور بهش اشاره شده بودش که برای بازنگری این معاهده ارائه خواهند داد. یکی در قالب منع گسترش، که یعنی توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت و رصد بیشتر بشه، و همچنین خلع سلاح هسته‌ای در جهان، و مطلب سوم توسعه پایدار هستش، یعنی استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای مسائل مانند مقابله با تغییرات اقلیمی، همچنین بهداشت و سلامت و توسعه پایدار. و اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم ساعتی پیش بیانیه مطبوعاتی رو کاخ سفید به نقل از ایشون منتشر کرد که دو تا درخواست کلی داشتش. یکی درخواست بین‌المللی جهانی این بودش که روسیه بار دیگر پای میز مذاکره با آمریکا بشینه برای تمدید معاهده نیو استارت که کاهش تسلیحات هسته‌ای رو به دنبال داره، و این دفعه از چین خواسته آقای جو بایدن که به این مذاکرات هم بپیونده با توجه به توسعه ذرات‌خانه هسته‌ای که چین پیدا کرده. و اما اون اینکه برای مخاطبین ما در ایران اهمیت داره، اشاره‌ای داشتش که در چارچوب NPT یا همون معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای تعریفی از برجام ارائه دادش، و خواستش که بار دیگر جمهوری اسلامی به پیروی کامل از برجام بازگرده. و اما کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم بیانیه مشترکی دادن که اون بخشش که به ایران ربط داره سه محور رو داره. یکی اینی که از جمهوری گفتن که تا تعهد دادن که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، و از جمهوری اسلامی مصرانه خواستن که پایبندی خودش رو به برجام یا همون توافق هسته‌ای 2015 برگرده و پیروی کامل داشته باشه، و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را به طور کامل اجرا کنه. اما گفتم متاسفانه تاکنون پاسخی از طرف جمهوری اسلامی دریافت نکردن. آریان فرهاد، مقامات جمهوری اسلامی بازم ادعا کردن که توان فنی ساخت بمب اتمی رو دارن، اما بنا به اجرای اون رو ندارن. دقیقاً این همون جمله هستش که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز در گفتگوش با خبرگزاری فارس ارائه داد، و عملاً پژواکی هستش از صحبت‌های کمال خرازی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی در دوره محمد خاتمی، که هم اکنون یکی از مشاورین امور خارجه رهبر جمهوری اسلامی هستش، که در مصاحبه با الجزیره هم همین مطلب رو گفته بود که ما توان فنی رو داریم ولی بنا نداریم به دنبال اون به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم. و اما آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز بار دیگر گفتش که ما درخواست جوزف بورل، هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا، که عملا مدیریت مذاکرات غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی و آمریکا را برای احیای برجام بر عهده داره، را دریافت کردیم، داریم اون رو مطالعه میکنیم و خب پاسخ خواهیم داد. و گفتش که فعلا زمان خاصی رو برای ادامه یا جواب دادن رو مطرح نکرد. و اما جوزف بورل در 30 ماه گذشته، یعنی 3 روز پیش ماه میلادی، در مطلبی که بر روی سایت مسئولیت مطبوعش منتشر شد اشاره داشتش به اینی که زمان تنگ هستش و باید جمهوری اسلامی پاسخشو بده برای احیای برجام. البته گفتش که از به طور زمینی هم از طرف مقابل، یعنی آمریکا، هم خواستش که هر دو طرف باید امتیازاتی بدن که به تحقق برجام یا احیای برجام محقق باشه، ولی بیشتر توپ تو زمین ایران هستش که تاکنون هیچ پاسخی رو نداده. آریان